میده. احسان حاجی زاد دیگه هیچی ترسیدم. داد برای چی میزنی؟ نمیدونم هیجان دارم، دارم بازی میبینم. سر فوتبال انگار آدم داد میزنه، سریال میبینی داد میزنی. چی میگی میبینه بعد میزنه پرتاب کنه. بابا باورم کوک اجی تبسم میام سراغ چیکار میخوای بکنی؟ اینقدر نرو مگه. نه میخوای چیکار کنی الان؟ آروم ریلکس بشین برنامه تو ببین دیگه. چرا این سر صدا میکنی؟ آره بابا شوت زد اون بعد ضربه سردار از اون سمت به بیرون میره. خب صابون این سردار از چرخی زد. نه میرم. نه کی که اینجوری میکنی؟ چه میگه داخل من داری به هم میزنی عزیز من؟ با همش بلند بلند داری حرف میزنی. داد برای چی میزنی؟ خب به آروم منو خاموش کنم الان بیام سراغ تو. خاموش کن بیا، خاموش کن بیا، مگه میترسم ازت؟ دیگه به نام خدا سلام، با یه برنامه دیگه قاش در خدمت شما هستیم. خیلی اوج گرفتم چون خوشحالم. تبریک، رفتی محله بعد چینم میزنیم. شک نکنید عجب بازی بود. بیرانوند، آقا الکی اسمش بیرانوند نیست. الکی نمیخوام برای چالش به وجود بیارم واسه پرتاب دستاش با دخه ها و اینا. عجب پنالتی گرفت اصلا. بعد اون شوته بود یهو ریاکشن نشون داد زد. اصلا هر کی بود گل خورده بود. و عجب تیمیه دژاگا وقتی تو زمینه ستونه. بعد جهانبخش اونجوری زرنگ باهوش توپو گرفت گل. اصلا همینه، این یعنی تیم. میریم فینال، شک نکنید میبریم، قول بهتون میدم. بریم و زود بیایم، کلی خوشحالم من. ۸۶. آره دست بزنیم براش. تو دومین نفری هستی آره. که در کل خندوانه شماره خودشو کشیده. یه بار دیگه هم آره میدونم، خب من که دارم نگاه میکنم همم داری میدونی. رام بودی چیه رو پیرنه؟ این یوز ایرانی. یوزر پاسورد پیرنه چیه؟ مهمان امشب خندوانه یکی از مهمترین مهمانهای کل خندوانه. سلام نسیم، سلام. تو اونجایی که واسه هر درد دلی دارم، هر مشکلی دارم، تمام به این نمیگم. من یک زن قدرتمند هستم، میتونم به هر چی که دلم میخواد برسم. خالو قنبر جان، گفتی هر احساسی داری با او جفتی در میون میذاری. بله عزیزم، بله. او احساسی که همین الان تو قلبته، این احساسی که الان هم دارم به ما میگی چیه؟ الان دست میخوام، دست میخوام. آه ماشاءالله. میدونی که برای نقش شهرزاد دو نفر کاندیدا بودن برای نقش شهرزاد. خب خانم ترانه رو دوستی و جناب خان. راست میگی. آره. سه تا از علائم سرماخوردگی: آبریزش بینی، سوزش چشم، سردرد. سوزش چشم؟ سوزش چشم نداره. من چشم میخوره. نه من چشم میخوره. سوزش چشم منم پام درد میگیره. ما چشم به پام میخوره. بار میخوره به سرمون. من نمیگیشم شما. نه والا من افتضاحم. گفتم ما برنده ایم. تلقین خیلی مشکوک حتی این. بگو این لحظات آخر اینو بگو. ایراد خواستیم بشینیم یقه رو میگیری یه ذره باهات خالی میکنیم. از خود شنا کردن. خب چی بگم؟ حیوان قازه دیگه، پنگوانه، هویج میخوره. من فکرم مرغه داره لک میخوری؟ حیوونه فکرم داره میخوره. مرغ پنگوانم که اینجوری چیز گاز میزنه. مانش 10 سانته.
قاچ از یه قاچ از هندبونه فرنگیش با ترملونه فرنگیش با ترملونه تا قاچاشه کسی نمیدونه مثل هندونه در بسه میمونه مثل هندونه در بسه میمونه مثل هندونه در بسه میمونه ده ده در دو خاله بود خاله بود سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بخش فوتبالی قاچ رو دارین نگاه میکنین. شاید برای بعضی آدم ها، مثلا برای خانوما این یه ذره سنگین باشه که تنها شبکه که فکر میکردن از گزند فوتبال در امان باشه شبکه نسیمه، ولی الان شما اینجا چی دارین میگین؟ به هر حال این روزا همه جا صحبت از فوتبال جام ملت‌های آسیا داره برگزار میشه. خیلی‌ها فوتبال دوست دارن، شما به این فکر کنین، به قسمت مثبت ماجرا فکر کنین. ضمن اینکه آدم احتمالاً از چیزایی بعدش میاد که راجع به شاید اطلاعاتی نداشته باشه. من گفتم از تاریخچه فوتبال و از اینکه فوتبال چی هست برای شما صحبت بکنم. خدا رو چه دیدین، شاید دوست داشتین. میخوام براتون از این بگم که فوتبال چجوری به وجود اومد. راستش رو بخواین هیچ تاریخ مدونی و نوشته شده‌ای که به طور قطع و یقین به ما بگه که فوتبال از کجا اومده نداریم. ولی گفته شده که حدود دو قرن قبل از میلاد مسیح در چین، امپراتوری چین یا روم باستان، آدم ها فوتبال بازی میکردن. یعنی این به این علاقه داشتن که دنبال یک جسم کروی بدوان. این هم البته در نهاد همه موجودات زنده هست. خیلی ببخشید در مثال مناقشه نیست، اما دیدین مثلا یه گربه با کلاف کامبا بازی میکنه، یا مثلا یه فوک شیر دریایی توپو میندازه بالا و رو بینیش نگه میداره، یا مثلا دلفین همین کارو میکنه. ما حالا داریم راجع به آدما حرف میزنیم. آدما هم از این قاعده مستثنا نیستن. به هر حال جام ملت‌های آسیا رو دارن آدما بازی میکنن. میدونین در چین باستان یا در روم باستان آدما همچین کاری میکردن. منتها اینکه دنبال چی میدویدن رو ما نمیدونیم. مثلا جنس اون توپ از چوب بوده یا نمیدونم پارچه بوده یا چرم بوده، اینا رو نمیدونیم. حتی اینو میدونیم وقتی فوتبال اومد تو ایران، ایرانی‌ها خودشون توپ نداشتن. دیده بودن که کارگرای یا کارمندای انگلیسی که تو شرکت نفت بودن دنبال توپ میدوئن، ولی خب چون خودشون توپ نداشتن توپو درست کردن. دور یک قطعه از استخوان گاو چرم پیچیدن، کرویش کردن و دنبالش دویدن. این تو کتاب روزی روزگاری فوتبال که آقای صدرون رو نوشته اومده. این اولین توپی بوده که تو ایران باهاش بازی می‌کردن. یا من یادمه که کریم باقری توی مصاحبه میگفت من روی پشت بوم خونمون از ترس بابام با کلاف کاموا فوتبال بازی می‌کردم که صداش هم اینور اونور نره، کسی هم متوجه نشه. بنابراین یه ذهنیتی داریم از این که توپ چی بوده. اما یه جاهایی گفته شده که این توپ بعد از جنگ‌هایی که برگزار می‌شده اون سر قطع شده رقیب بوده، حریف بوده. یعنی یه آدمایی رو میکشتن به عنوان دشمن، بعد فاتحانه وقتی میخواستن جشن بگیرن فوتبال بازی کنن سر رقبا رو که از تن جدا میکردن. یه ذره تاریخچه دل به هم زنیه. من میخواستم یه جوری بگم که فوتبال رو شما دوست داشته باشین. چرا به اینجا رسیدیم نمیدونم. اصلا اینا رو فراموش کنید، از ذهنتون بریزیم بیرون. فوتبال به اون شکلی که ما میدونیم در قرن 19 میلادی در کشور انگلستان ابدا شد. بقیه‌اش هم هیچ. میکشمت، همه مدونه میکشم. نکنید اینقدر عصبی نشید. اگر اینقدر عصبی میشونی عصبانی شدید همین کار رو میکنید، همینجور جیغ بزنید گلوتون انجرتون از کار بیافته و دیگه صداتون در نیاد. واقعا عصبانیت رو باید کنترل کرد. اگر یه وقت شما پشت فرمونی و داریم میریم و جریمه شدیم و پلیس شما جریمه کرده به هر دلیلی، این برگ جریمه رو که میبینیم، قیمتش رو که میبینیم، وضعیتش رو که میبینیم، عصبانی تر میشیم. حتما اینو وردارین بذارین توی جایی، توی داشبورد، توی صندلی عقب، توی جایی بذارین نبینینش تا بعد آروم شین و بریم پرداختش بکنیم. این خیلی مهمه که تو لحظه‌ای که عصبانی هستین خودتون تو اون وضعیت نگه ندارین. این هی بدتر میشه. اگر عصبانی هستین به نظرم مثلا میتونید که رادیو یا موسیقی که دوست دارین رو باز کنید، روشن کنید، شروع کنید باهاش کیف کردن. حتی به نظرم با صدای بلند شروع کنید به آواز خوندن. عصبانیتتون هم اینجوری فروکش میکنه، میاد پایین تر. این خیلی باحاله. و فقط حواستون باشه که اگه دارین رانندگی میکنین خیلی انقدر
آواز نخونیم که چشاتو می‌بندیم بزنید به ماشین جلوی ببین اتفاق نیفته. و اینکه حتما نفس عمیق بکشید. نفس‌های عمیق میتونه شما رو آروم بکنه. یه چیزی تو خندوان یاد میدیم، میگفتیم که پهن ترین لبخندتون رو بزنید، کشیده ترین لبخندتون رو، چند ثانیه، 5 ثانیه، 10 ثانیه نگردارید، آروم تر بشید. خودتون رو تو وضعیت عصبانی نگردارید، ممکنه کارهای خطرناکی بکنید، ممکنه که هی بوغ بزنید، گاز الکی بدین، هم سفراتون رو خسته و عصبی و کلافه بکنین، اونا رو هم عصبانی بکنین، هم ممکنه که ماشینای دیگر عصبانی بکنین. پس لطفاً مراقب باشید و عصبانیتتون رو بهش دامن نزن. جلو آینه واستادن ثابت شده که عصبانیت رو کم میکنه. حالا بهتر که این آینه توی ماشین نباشه و شما هم در حال رانندگی اگر این ور نشسته باشین مثل من اب نداره، ولی اگه پشت فرمونین نه. اگر باز خیلی عصبانی دیدین که کلافگیتون انقدر زیاده که نمیتونین کنترلش کنین، بزنین بغل پیاده شین، یه ذره قدم بزنین، راه برین، نفس بکشین، حرف بزنین با خودتون آروم بکنید. حتی شده مثلا یه ذره ورزش کنین، حرکات کششی انجام بدین، اینا خیلی کمکتون میکنه. عصبانیت در حین رانندگی خیلی چیز خطرناکیه. چند وقت پیش من شاهد یک درگیری بین یک جوان و یک آقای مسن بودم سر همین اتفاقات روزمره و الکی، و انقدر این زد و خورد زیاد شد و شدت پیدا کرد که همه پشیمون بودن، حتی منی که اونجا بودم من پشیمون بودم که اونجا واستادم و نگاه میکنم، چون هیچ کاری هم نمیشد کرد. آرامش راه نجات همه ماست در برابر همه اتفاقهای بعد. تبریک دوستان. این اوجه صدا بیچاره صدا بردارم یهو اینجوری میشه، بعد صدا رو کم میکنه. واسه برد تیم ملی هنوز خوشحالم، به همگی تبریک میگم، دوستان اون پشت صحنه همه تبریک میگم. یک بهمنه، دلیل واسهش زیاده. شاد باشید، همیشه سعی کنید بخندید و لذت ببرید. بریم و بیایم. هوای خوب فروردی، تو قلبت سوسن و یاسل، نگاهت سنبل و سیمی، نگاهت سنبل و سیمی. بهار با حس و حال تو میپیچه رو تن خونم، چقدر حال دلم خوبه، تو هم خوشحالی میدونم، تو هم خوشحالی میدونم. وای از طلای چشمات، آهنگ شیرین صدات، وای از اون حسی که افتاده توی نگات، افتاده توی نگات. از انگشت تو لبریزه، نگاه گمای احواز تو، شبای سرد تبریزه، شبای سرد تبریزه. تو الهام یه موسیقی، یه آهنگ دلنگیز، رو ریتم نم نم بارو، تو فصل ناب پاییزی، تو فصل ناب پاییزی. پاییز طلای چشمات، آهنگ شیرین صدات، وای از اون حسی که افتاده توی نگات، افتاده توی نگات. خورکای نسیمی تو، گرمای زمستون، خورشید گرمی تو، اوج چله زمستون، اوج چله زمستون. پاییز طلای چشمات، آهنگ شیرین صدات، وای از اون حسی که افتاده توی نگات، افتاده توی نگات. خورکای نسیمی تو، خورشید گرمی تو، اوج چله زمستون، اوج چله زمستون، اوج چله زمستون.
آقا بازم من خوشحالم با صدا میره بالا، اصلا نگران نباشید. بنا به درخواست شما که خواستید پشت صحنه ببینید، پشت صحنه خوب ببینید، منم رفتم گشتم، خواستم یه هدیه خیلی خوب با بابت این برد تیم ملی بهتون بدم. رفتم گشتم زیرخاکی و اینا، یه پشت صحنه عالی از فصل قبل پیدا کردم. بریم ببینیم حالشو ببریم. نگاه کن تو رو قاب، بیا یه لحظه نگاه کن، بیا نگاه برو یه لحظه، برو یه لحظه بشین، یه لحظه از سرمین های بازیگری آیت بگیرم، بعدم اینطوری ترسیم آیت. آیت بیا ببین چه بله سر استاد. دیروز با موتور داشتم توی چیز میرفتم، توی از مقالی پراید رد شدم، یا همون کلاشی همون کنم اینو بخش نکنین، اینو دو مرتبه بدبخترم. نگاه فقط اینجا، فقط اینجا، فقط اینجا خندون جز این پیش کسوت ها، اجازه بدن ما مثل پیش کسوت ها بشیم. رای گذاشم توی این شاه حسینی بدونه چه تلا چه آقا در بیارش داره چطوره؟ داری که به مرحله نیمه نهایی راه پیدا میکنن معرفت برم شکانداری عزیز بریم داخل. هی آیا چی شده؟ ضبط داره میشه؟ نه چی بگم والله؟ شد دیگه سیمکار در بردم خورم و گودم نه وید آن نشدی آن نشدی اون سیمکار دارم سیمکار من میتونی از دماغ بزن پس بکشم اینجا وقتی اما علکی چیزی میگه. آره. اصلا نظر که بخواد تبرش قلبت از یه حتی باره. بعد ادامه داستان تو که چهار میشه 11. یه سری اضافات داری واسه بزنی همون تو ده اون 11 رو من یه چیزی که فکر کردم تو زندگی خیلی سخت داشتی. خودش یه فلسفه است. خندیدن به سختی ها. گفتم برام کوچش بخوره. این هم نتیجه نیمه نهایی یعنی کی میره فینال؟ ببینید خیلی باله وقتی بایسته ابو طالب بعد بایسته ما بذار فینال فینال ابو طالب و حسینی علی سرونی بعدی چقدر بیگه سنی میزن یه رو بیوازه نمیزن چی شده؟ بسه یه لحظه خانم سایی دیشب نخوابیدم که حفظ کنم دیگه. دیشب امروز 6 صبح خوابیدم. چند خوش شدم 8. یه ساعت باید بگیرم از این یه فرق دارم، یه ساعت دور دستم باید باشه یادم بره تمومه. من اصلا به هم میرزم امروز. چیکار ما بکنیم؟ من به هم میرزم امروز. یه روی اتفاقای عجیبی میفته دیگه، مثلا امروز دکور با زود آماده میشه دیگه از این بندی ها، ولی تا ساعت 1:30 دو تور کشید آماده شده باشه. همین اصلا از برنامه عقب باشه. باشه نگیرن؟ چی شده؟ الان دانیال اومد رو امیر کرانی زده بیلیتش ساعت 3:40 الان ساعت 2:38 هست، اصلا نمیرسیم اینکه من باست. هیچ پروازی نیست؟ هیچ پروازی هم از الان تا ساعت 7 نیست. کی اجرات؟ 8. بیلیت فروختن؟ بیلیت فروختن 500 تا. هر کی دیگه جای من بود الان رفته و زور ساعت 2 رفته.
از این بر رامبود و بچه ها و احترام رو به برنامه شد. عجیبه شرایطه داد الان با این حال میخوایی اسمان نه همین خوبه، معجزه شد جدی. اصلا برگشتم انگار خدا یک انرژی خاص من داده که برم بخندم. همکاران عزیز بفر. سلام علیکم آقا. تیم ملی ما رفته برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا. این روزا هم به خاطر همین بحث فوتبال همه جا داغه دیگه. هر جا میری دارن درباره فوتبال صحبت میکنن. میدونین که کلا طرفدارای فوتبال هم طیف‌های مختلفی دارن که گستردگی زیادی داره. من امروز می‌خوام درباره دسته گلام‌ها با شما صحبت کنم. یه کارتون قبلا نشون میداد به اسم گالیور، اگه خاطرتون باشه، یه شخصیتی توش بود که همش میگفته چه من میدونم ما موفق نمیشیم. این کلا ناامید بود و همه چیزم بدبین بودش. اسمش گلام بود. حالا این دسته گلام ها خیلی زیادن توی فوتبال. یکیشون که از همسایه ماست اسمش آقا سیروسه. به این رفته تیم ملی رفته در اولین بازی خودش 5 تا به یمن زده، مقتدرانه برده. ما اومدیم داریم شادی میکنیم. اومده میگه که خجالت نمیکشیم 5 تا به یمن زدیم داریم شادی میکنیم. میگم آقا چه خجالتی؟ میگه حالا بازی های بعدی بهتون میگم. بازی بعدی با ویتنام بوده، 2 تا زدیم، باز اومدیم داریم شادی میکنیم. میگه که دیدیم بهتون گفتم. میگم چی گفتی؟ میگه که اگه راست میگی چرا به ویتنام 5 تا نزدیم؟ میگم آقا بسکتبال نیستش که، فوتبال دیگه، 2 تا زدیم بردیم، چی میگی تو؟ اینا فقط حالا مشکلشون بعد با نتیجه هم نیستش، با همه چیز مشکل دارن. بازی شروع میشه، 11 نفر میان توی زمین. این با این 11 نفری که توی این زمینن هیچ کاری نداره. نگاه میکنه ببینه اون روز کی تو زمین نیست. میگه ها ببین فلانی رو باز نذاشته تو زمین، این مربی با این یه مشکلی داره، اگه امروز ما نباختیم. میگم آقا آخه تو مگه شما مربی هستی؟ مربی میدونه کیو بذاره تو زمین یا شما؟ بعد حالا میزنه نیمه دوم همون کسی که آقا سیروس میگفته رو مربی میاره تو زمین. میگه الان دقیقه چنده؟ نگیم میگم مثلا دقیقه 75. میگه این یه رو با آخر بازی اینو ورده که فقط اینو ضایع کنه، وگرنه تو یورپ دیگه کاری نمیشه کردش که. میگم آقا اصلا مربی با این چه دشمنی داره؟ این چه حرفیه شما میزنی؟ بعد توی مقایه شایعه هایی هم درست میشه. اصلا شاختار میگه کیروش یه دختر داشته، این بازیکن خاطر خواهش بوده نداده بهش، از اون وقت اینا با هم چپ افتادن. میگم اصلا آقای سیروس خان کیروش اصلا دختر نداره. میگه شاید خارزادش بوده، حالا من دقیقا نمیدونم. بعدش هم یه داستانی هم پیش دارن، موقع فوتبال فقط به نوستالژی ها و یادی از گذشته ها هستن. مثلا بازی شروع شده، توپ توی زیر تو 18 قدم زیر پای سردار آزمونه، سردار ضربه‌شو میزنه گل نمیشه. میگه ببین اگه علی دایی بود این توپ مثل هلو رفته بود تو گل. بعد حالا موقعی که علی دایی بازی میکرد اگه یه توپو خراب میکردش میگفتن ها این توپ فرشاد پیوسو میخواستش، چشم بسته اینو بذاره کنج دروازه. زمان فرشاد پیوس هم اگه یه توپ خراب میشد اینا میگفتن علی پاتلایی کجایی؟ یعنی من نمیدونم اگر آقای علی پروین در زمانی که بازی میکرد یه توپو خراب میکرد اینا اونو با کی مقایسه میکردن؟ البته کلا هم آقای پروین یه مقدار آدم جدی بوده، کسی جرئت نمیکرده با کسی دیگه مقایسش کنه. به هر حال بازی نگاه کردن با اینا مصیبتیه دیگه. مثلا میبینی توپ زیر پای طرفه داره میره جلو، میگه برو برو جلو، پاس به اون چلاق ندی یا اون توپو خراب میکنه. بعد طرف میبره ضربشو میزنه، مثلا توپ میره توت، میگه خاک تو سرت، لااقل میدادی اون چلاق یه کارش میکرد. یعنی با اینا اصلا فوتبال هم شما نگاه نکنین. به هر حال امیدوارم که تیم ملی ایران در این بازی ها موفق باشه و ما بعد از سالها جام ملت های آسیا رو بیاریم به خونه. خدا نگهدار.
آقا من هرچی فکر میکنم این چیدمان غلطه. چیش غلطه؟ نمیشه که یکی در میون سفید سیاه باشه. یه قشنگتر، یه اسب سفید داری؟ یه اسب مشکی. یه فیل سفید داری؟ یه فیل مشکی. خبر داری دیگه، هر کدوم یه دو من دارم. اینا بریزن وسط قاطی میشه، معلوم نمیکنه کدوم اسب سفیده واسه من کدوم واسه تو. تو که اصلا نمیای وسط، هر وقت اومدی من بهت میگم کدوم مال منه. من اسب و فیل خودم میشناسم. تو اصلا چی داری؟ نمیخوای حرکت کنی؟ با من یه ساعت منتظرم تو حرکت کنی. ده نوبت برای من یه ساعت منتظرم. آخرین بار من فیلم سرباز با فیلم سرباز تو رو کیش کردم. آقا جون گفتم سرباز کی؟ وای سبب با سرباز که کیش نمیشه اصلا. فیل میتونه شاه رو کیش کنه ولی الان سرباز جلوشه. یعنی چی؟ چه جوری میکنی؟ چه وضع بازیه؟ کیشه وضع بازیه؟ چه وضعشه؟ تو واقعا سربازاتو میفرستی جلو بعد داری نگران در میره که از تو فیلم قاطی میشه. آقا دلم میخواد، تاکتیکم اینه. تاکتیک اینه هی اون سرباز بیچاره ببر جلو بیار عقب، ببر جلو بیار عقب. نمیشه که آخه. آقا تو چی کار به تاکتیک من داری؟ من حال کردم اینجوری بازی کنم. این سرباز خانواده داره ناراحتش میشن. نگاه کن این الان پسر خالش بود، این کار کردی باش. چی میگی؟ این یکی هم سوس شد دیگه جلو نمیان. آره دیگه. وای صدقه تو از کجا میدونم دیگه. این ها یکی هم پسر همه هاشه، این پسر همه مادریشه. میگم تو از کجا میدونی پسر خالش؟ پدر مادرش از هم جدا شدن برای این طفلک معافی نگرفت. همه رو من بجورم به من نمیخواد بگی. حالا بچه جوری دارم بیاد این بچه طلاقو با یکی از مهره ها بگیرم بذارم. تو رو بگو، بگو به من فقط. آقا بگو به من که حالا چرا خودتو ناراحت میکنی؟ درست میشه بازیه دیگه. از اینجوری میکنی منم نمیتونم بازی کنم. باشه من پس مهره ها رو جابجا میکنم، اینجوری نمیشه. عزیزان این صدا من میره بالا باز، صدا بردار کر شد واسه برد تیم ملی خوشحالی. آقا رفتی بیرون هوا سرده، دستت مثلا مونده بیرون یخ کرده، یهو نیار بچسبونش تو آتیش، نچسبونش به شوفاش، نچسبونش به آب گرم. نمیچسبونم به آب گرم، میبرن زیر آب گرم. شما چیکار کنید تا دستت آسیب نبینه؟ اول باید یا بری زیر آب ولر یا اینکه پانسمان بپیچی آروم آروم دستتو گرم کنی، یهو این دست داغون میشه. اینا اینم یه توصیه. و به امید برد تیم ملی میدونم که ما قطعاً چینو میزنیم میریم فینال. هر روز اینو میگم، انرژی مثبت بفرستید برای بچه تیم ملی. میتره کنیم تا برنامه دیگه. خدا نگهدار. خاش 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 تموم شد با یه قسمت دیگه، وقتی یه در بسته میشه یه در دیگه وا